سلام خدمت همراهان گرامی و وقتتون بخیر. پویانم و در خدمتتون هستم با یک ویدیو اختصاصی از پچ 12.6. یه سری تغییرهایی داره، به خصوص تغییر توی این رونز ها که راونوس هانتر برداشته شد، به جاش ترژر هانتر گذاشته شد و اینطوریه که وقتی یک چمپیون رو برای اولین بار میکشید یه گلد اضافه میگیرید و گلدش 20 تا اضافه میشه تا برسه به 150 تا اضافه بر سازمان، یعنی اگه 300 تا گلد بشه میشه 450 تا، که خب برای چمپیون هایی که برای ریسک، یعنی اگه بدونید کسی رو یعنی توی بازی قرار زیاد بکشید خوبه. که خب من در اولین باری که ورش داشتم نتیجه این شد، این هم رونز همه و گلدی که ازش به دست آوردم چون 5 تا استکم رو داشتم 550 تا گلد اضافه در کل از این قضیه به دست آوردم. نمیشه گفت خیلیه، یعنی تعداد کیل کم البته دوشان رو تسلیم شدن نمید چرا تو زیاد سب نکن، شاید مثلا حالا فرض کنیم به 1000 تا برسه تا آخر بازی، نه اینکه اینجوری نیست که تو دقیقه 5 مثلا 1000 تا گولد بهتون بده، اما آخر بازی مثلا این در مجموع 1000 تا گولد داده، خب بدکم نبوده. نه اینجا موجود خفنی شده این چیز، نمیدونم این یه بلای سرش رو بردن چیزو، یعنی حتی در بدترین شرایط 8-2-5-9-4-23 اینو میخواستم چیز کنم، اینو میخواستم بیام بازیشو براتون بذارم، به خصوص که اینم خب باحال بود، 2011 اینم باحال بود، ولی متاسفانه آپدیت شد و ریپلای اکسپایر شد. یه نرم افزاری هست فکر کنم میشه دیدشون، ولی خب شرمنده. این وسط یک چیزی بگم، الان بیام سراغ تمام تغییرات پچ همه رو میگم، ولی بیش از اون دوتا کامنت خیلی باحال داشتیم. یکیش دوستی بود که نوشته بود که 4 سال پیش با اولین آموزش های من شروع که الان رتبش پلته و اینو یحیام گفته بود، نه یحیام فکرم آیه حسارکی بود فکر کنم، من پلت بود یه همچی چیزی. اینجاست که میگن شاگرد از استاد جلو میزنه، استاد خوب اونیه که شاگردانی بار تک بیاده تعلیم بده که بعدها ازش جلو بزن یا نارف. و یکی هم یه ایمیلی بوده که دوستان محبت کرده بود، گفت آموزش مورد کانیزه رو تو دیدم، در بازی دوم هم اسفنگ گرفتم، خیلی عالی. الان خب میگم به خاطر آپدیت ها اینا اکسپایر میشه و غیره و داستان هایی داره، حالا به زودی چشم انشالله خودت ریپلی ها رو اگه بخواییم فایلش رو بفرستین 20 میگ بیشتر نیست، بعدا کم کم از دوستان دعوت میکنم این کار بکنن. یک چیز دیگه هم که سوال برای خیلی بچه ها، الان چارت چم تقریبا بیشتر نمونده، نونو مونده که احتمالا امروز فردا میگم، مالازار مونده، یه جانگل دیگه هم بود فکر کنم، نونو بود و مالازار بود و دوتا دیگه هم هستن، گراکاس، آها گراکاس بود، یه چمپ دیگه هم مونده، یکی دیگه هم مونده یادم نیست کی بود. خلاصه بچه ها توی اون پست نوشته بودن، میگن اصلا این رو تماشا چیکار میکنید، داستانه چمپیون ها رو تمام میکنم، آیتم ها رو میگم، یک ویدیو راجع به لینینگ هم هست احتمالا بعد این ویدیو پنج و بعد ویدیو نونو، اون ویدیو لینینگ رو شروع میکنم ساختش رو و رنکینگ رو بعدش، چون لینینگ خیلی مهمه، فوتوکوزگری آخر بازی بعد واقعا گفت، یعنی همین چون که گرفتی حالا می ساق اونها، حالا میگم یعنی کسی که بخواد بازی شروع کنه اول بعد رول و چمپش رو انتخاب کنه، مهمترین چیز اونه و بعد وقتی به یه چمپ رو که شد بره سراغ ما بقیه غذایی. و اما پچ نوتس ها، خب یه سری اسکین جدید اومده کائنات راجب آزیر، یه سری چمپیون ها نرف شدن، یه سری یعنی تقریبا همه میشه گفت بیشتر هم چیز بوده، یه سری هم باف شدن، بیشتر باف ها بوده، نرف ها هکاریم ها تو این دامیره بوده، تا حدودی ما
منصفانه است، یعنی اونایی که بلد بودن با اینا بازی کنن خب واقعا این دوتا زیادی قوی بودن، و اونهایی که باف شدن یعنی تقویت شدن آزیر، داریوش، جکس و نیدالی هم. حالا الان دونه دونه بررسیشون کنیم داستانشون چیه. آزیر اول کار رشد هلتش به جای 99 میشه 105 و در لول 18 یعنی به جای 2116 تا هلت 2337 تا خواهد داشت بیس هلتش احتمالا بدون آیتم ها. این حالته داریوس آرش مینیموم ترو دمیجی که اولتیمیتش داشته از شروعش که 100 بوده شده 125 و به جای این که و همچنان با همون 75% بونوس اتک دمیج، یعنی اتک دمیجی که از آیتم ها به دست میاره و در انتها هم به جای این که بشه 300 میشه 375. و هکاریم کیوش دمیج اولیش همونه از 60 شروع میشه ولی در انتها به جای اینکه 200 باشه میشه 180، به علاوه همه 85% بونوس اتک دمیج. ایش دیویستیتینگ چارج از 30 شروع میشه مثل قبل، میرسه به 100 میرسه به 90 به جای 110، به علاوه 55% بونوس اتک دمیج این طبق قبل. ماکزیمومش از همون مقدار باز شروع میشه، به جای 220 میشه 180 و همون 110 تا بونوس اتک دمیج. ایلاهای بیشتر یه سری باگ برطرف شده ازش که قبلا گویا مثلا دبلی رو میزده یا آرش رو میزده رینگ رو ماس ماسکشن بازوهاش چیز نمیشده، بازو درست هم نمیکن، جایی درست به وجود نمیمدن و غیره. و وقتی از این به بعد آر رو بزنید روتون به دشمن خواهد بود که بخواید کارای بعدیتون بکنین وقت نداشته باشه. مثل باک هایی هم نوشته فیکس کرده ولی من ندیدمشون توی بازی. مثلا دبلیوش رو میگه که اون رنجی که نشون میداده درست نبوده، فیکس شده. کیوش مثل نو بیویز بتونه کس فرام فاگ آف فاگ از توی قبلا مثلا جاهایی که دشمن دیدنش اگه میزده مثلا که یه سری جا بازوه دیدنش دردن دیگه اونم درست کردن، میگه درست کردن. جکس یک چیزی داشته که به جای این که اول روزی 500 رو نمیدونم 90 چقدر داشته باشه، خط استادم ریزم از معلوم نیست، 615 تا خواهد بود. دبلیوش به جای این که مجیک دمیجش از 40 شروع میشه از 50 شروع میشه و در بیشتر مقدار به جای 190 خواهد بود. بگم کلن آره 10 تا به همه قسمت ها اضافه شده، اما آره 10 تا تو هر قسمت اضافه شده و همون 60% مثل سابق 60% ابیلیتی پاور بونوس نیست، ابیلیتی پاور. نیدالی هیومن فرمش این باز دوباره یه چیزایی تو همون رنج نشون دادن و اینها بوده فیکس شده. یه سری چیزاش هم ماناکاستش هم این چیزاش هم بود نیمیسی تقریب تو چیز هم داشت. ماناکاست این تلهه 10 تا کم شده در کل تو هر مرحلهش. این شفا دهندگیش هم پرایمال سرچ هم ماناکاستش کمی کم شده، نه خیلی، در نهایت به جای 90 خب زیاد میشه 70 ولی اول همون 50 هست. رنجش هم به جای 600 شده 900، خب اینم خیلی خوبه. توی حالت ببریش هم این پرشه در ردیوسش به جای 225 شده 250. رنگار این وسط چه چیزی داشته؟ آپدیت شده از این به بعد لیپ بعدیش به جای اینکه یه دونه فراسیتی بده از این بعد یه دونه فراسیتی میداده، قبلا مثل یه همچین چیزی، و اگه سفت فراسیتی بوده اگه همه فراسیتی هاش از دست بده یا سکراش از دست بده یه دونه رو میگیری همچین چیزی. من نمیم رنگار رو یادم نیست که اصلا چی بود قضیهش. پانانس بعد از این زمان پرشش قبلا یه وقفه داشت، این وقفه کمتر شده، یعنی قبلا مثلا گفتن مثلا یه چیز بین
نیم تا یک ثانیه هم چی چیز مثلا سعی نمیتونست بپره، الان شده یک سوم ثانیه تا مثلا زیر نیم ثانیه و یه ذرم اون پرش رنجش افزایش پیدا کرده. یک چیزی جدید تو پسیوش اومده، من نمیم چیه نفهمم چیه، هر لیپی که بزنی فراستی میگیرین که خب اینه قبلا هم گفت داشت نمیم حالا فرها، یه خطی اومده که نشون میده، یه بار اومده که نشون میده افتاد و اون گردن بنده اگه تکدان ظرف 1.5 ثانیه بود الان تا 3 ثانیه مهلت داره که بعد از اینکه دشمن رو زده یا تا 3 ثانیه بعدش دشمن بمیره اون گردن بنده رو میگیره. کیوش یه چیز جدیدی داره، قوی تر شد با بیسیک اتکاش و حالا همیشه کریتیکال استرایک خواهد داشت و به جای کریتیکال استرایک معمولی با اینفینیتی ایش گفته چی میشه، به جای 1% به جای هر 1% کریتیکال استرایک اتکش هم قوی تر میشه. یه آپدیت هم داشته کیو به بیسیک اتک ها، علیه تاورها هم دمیجش بیشتر میشه و بیسیک اتک سیگنس پلانت به گیاه ها اثر نمی کنه. چرا؟ این چی؟ شاید حالا کیو رو میزنی گیاه کانزیومش میکنه، مصرفش میکنه، الان نمی کنه. این بلو هم دیگه وقفه نداره و رنجش هم صد وقتی میزنه هم به جز اینکه تو رو سایت به طرف میده 150 خونه اون برتر هم اگه کسایی باشن تو 2 ثانیه نشونشون میده، قبلا هم یه نفر بوده. اولتیمیتش هم به جز خود اون طرف نزدیکترین چمپیون بهش تا شوه 100 یونیت اطرافش هم دشمنه نزدیک رو نشونده، قبلا هم علامت چشم فقط بالا کله نزدیکترین فرد میمد. تریندا مره ایش 1 ثانیه چی بوده؟ 2 ثانیه الان زمانش خلاصه کم شده، ایش به جای اون 1 ثانیه شده زیر 1.75 ثانیه. خیلی من نمیم اون 25 ثانیه رو واقعا نمیم حالا اینقدر حالا 2 ثانیه 1.5 ثانیه نیم ثانیه یه بودن تموم شده تفاوتش اینقدر. آرش هم کولدانش زیاد شده، یعنی 110-190 بوده شده 130-110 و در انتها 90، یعنی این بس اولیه 20 ثانیه بیشتر شده، دومی 10 ثانیه و آخری هم واقع مونده. تو آیتم ها چه تغییراتی داشتیم؟ لایف استیل 10% این شده، ایمورتال شیلد بو شده 8%. اگر اورن مستر ورک ها بیاد، یعنی اون با اون آیتم ها اورن میدونین که یه مرحله همه آیتم ها رو بیشتر میشه باش ارتقا داد، آیتم های چیزو میتیکو، و میگه در این صورت مثلا 12% میشه، مطابق 12% بیشتر از اون 10% اورن اینجا تأثیرش بیشتر میشه. و پسیوی که داشته بونوس اتک دمیج و بونوس هلت 5 تا شده، بونوس اتک دمیج مثل قبل و 50 تا هلت شده 70 تا هلت. بلید آف ویند کینگ به جای لایف استیل 10% شده 8%. این فکر کنم دست یونه این کاری کرد، کلن لایف استیل ها کم شده. ومپایر اسپکتر هم به جای 10% شده 8%. رون ها که گفتم راونوس هانتر هست شد، به جاش تریجر هانتر اومد که 70 تا گولد میگیریم وقتی یه چمپیونر برای 70 تا گولد اضافه تر میگیرید وقتی چمپیونر برای اولین بار بکشید و از این به بعد کشتنش 20 تا گولد بیشتر میده به ازای هر استکی که داشته باشین، یعنی چی چیزی حالا من نمیم برای هر چمپیونه، اینو باید توی بازی نگاه کنیم ببینیم چی پلیشه. این چکمه فیلیت فوت ورک هیلینگی که به ازای انجاز اتک داشت همونقدر چیزاش مونده، ولی
به جای 40% بونوس اتک 30% بونوس اتکه و به جای 30% ابیلیتی پاور 20% ابیلیتی پاور، نه بونوسش ابیلیتی پاور. لژند بلادلاین، توی لژند بلادلاینمون چه فرقی کم لایف استیلی که به ازای هر استک داشت قبلا 600 یا 800 بوده، الان شده 400 و تا 6% زیاد میشه وقتی 15 تا استک داشته باشه، قبلا تا 9% زیاد میشد با 15 استک. و وقتی که به ماکسیمم استکش برسه، ماکسیمم هلتتون 100 تا زیاد میشه. خب این هم که چیزهایی که دیگه رفت توی میتیک ها و اسکین ها و این داستان ها، با این ها کاری نداریم. اسکین ها دوباره، اسکین های جدید و غیره. خب این ها مرحله اول این چیزها بود، هنوز یه آپدیت دیگه مونده، اونم به ماهش الان راجع بهش صحبت میکنیم، فعلا در همین حد داریم. باگ هایی که فیکس شده، جانا دبلیوش دوباره رنجش مثلا که درست نبوده یکم بیشتر میزده، تامکن اگر زمانی که سنا تو حالت شبهش بوده، تو حالت دبلیوش بوده چیز میشده تو دهن تامکن، چون شبهش میمونده اون حالش میمونده. لاکس ایشو که میزده یه مقداری مثل این که این شید به اطرافی ها میخورده، یا کسایی که تمام دوشنه که سر برمیخون دمیج میزن، این یه همچی چیزی اصلا که نباید این طوری میشده. خلاصه fix the bug when if ward was placed on top of it. یه ward روی وایت دیگه میذاشین سور میخورد میرفت کنار، اونم درست کردن. این هم که کروما اسکین های جدیده و نه چرا خرج میگره اسکینا مسخره تر میشه. اینم که مثلا قرار بود یکم مخوف بشه، نه مثلا چرا یه چیز نسبتا مسخره ای همچین، به نظر من یکم مسخره میاد، نه چرا. خب این هم از پچ جدید و اعلام برنامه های آینده. یک سری بالا به دوستان میگفتم این که میگید بعدن چی کار میکنی، یک سری از چیزهایی که راجبه این بازی باید بدونی اینه که هرچند وقت یه بار بازی گاهی کلن شخ میخوره هر دو سه سالی یک بار، یعنی فکر کنم مثلا نه اینکه حالا همه چی کلن عوض بشه، ولی مثلا سیستم رونها یه بار کلن عوض شده، یه زمانی اصلا اون رونها نبود، یه شکل دیگه بود، اصلا داستان دیگه بود، بعد شکلش عوض شد، بعد اصلا کلن داستانش عوض شد، بعد مثل چمپیون ها ریورک شد، بعد یو آیتم ها ریورک شد. کلن اینه که آموزش ها به هر حال هی لازم آپدیت بشه. من جمله این چیزه که راجب پنج ها گفتم، حالا اینا خیلی تغییر نکرده، گفتم من همیشه تو آموزش ها رو کلی میگم که این چمپ چی کار میکنه، قابلیتاش چیه و غیره، و برای همین هیچ وقت هم عدد نمیگم. اکثر چیزه که الان تغییر کرد فقط مثلا چند تا چیز بود که کلن عوض شد. راجب رنگارون پسیفش بود که حالا بعد اینا رو مثلا تو اون توضیح های چیز بنویسم، منتظرم حالا پچ بعدیش هم بیا بینم نظرشون عوض نمیشه احیانا توی مدت، و بعد این کار رو بکنم. و این هم از این. حالا یه چیزی هم بگم، من این امروز صبح در سر قطع و وصل برق پاورم کلن سوخت نزدیک 2 تومن با هزینه داستان اینجا نمیشون 2 خورده‌ای، و اینکه نمیگم حمایت مالی، منظورم بیشتر اینه که ویدیوها رو لطفا با وی پی ان ترجیح ببینید، یعنی آی پی آی خارجی بیفته روش که حداقل قیمت آگهی ها بیشتر بشه. دانلود نکنید، آنلاین ببینید لطفا، و به دوستان هم کانال رو توصیه کنید. و اینکه کامنت، بعضی میان تعداد کامنت میذارید، این از دوری یوتیوب بعدا الان شما درد سر میشه، اسمم شناخته میشه، رو کامنت ها تقسیم کنیم بین ویدیوها لطفا. و باز هم از همگی ممنونم، امیدوارم که حالا همجور هی رفته رفته کیفیت ویدیوها بهتر شه. یک سری ویدیوهای بچه ها میگفتن ریاکشن بذار، ریاکشن نه، ولی به صورت انگار گزارش کردن مستند منطقه یکم چه فان تر سم میتر سعی میکنم بذارم،
میگم اون بازی رو واقعا نگه داشته بودم برای همین، ولی متاسفانه نشد، آپدیت خراب که کارو این خراب شدنه، یعنی یه روز از کار انداخت. ممنون از توجهتون، تا ویدیوی بعدی، روزتون بخیر، خدا نگهدار.